لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش. 8 سال جنگ، 8 سال لشکر، لشکر سربازی که به جبهه رفتند. 8 سال تبلیغ برای حمایت از این جنگ. بادوم. بادومه؟ ها. خدا خیرت بده. خدا خیر بکنه، اینو بده و بچه‌ها. از طرف ایرانیش میگویند این مرد نقش مهمی در آن داشت. شما امروز یه وظیفه ملی دارید نسبت به کشورتون. یه وظیفه اسلامی دارید نسبت به حفظ اسلام. اسلام الان امانت پیش شما. و به این ترتیب بازسازی صدر اسلام به اصلی ترین خط تبلیغاتی ایران تبدیل شد. ستاد تبلیغات جنگ تشکیل شد و کمال خرازی رئیسش شد. ستادی که از دفاع مقدس و جنگ اسلام علیه کفر سخن گفت. انگیزه های ملی قطعا وجود داشت. ولی انگیزه های مذهبی به شدت بالاتر بود. ضمن این که حکومت عراق دایی اسلامی بودن و مسلمان بودن به اون صورت نداشت. در آن سوی مرز، در خاکی که دو مقبره مهم شیعیان را در خود جای داده، اوضاع به گونه دیگری بود. صدام حسین ترجیح داد خط دیگری برگزیند. با ترساندن مردم کشورش از خطر انقلاب ایران، سعی کرد آنها را با جنگ همراه کند. برای این کار خود را پاسدار دروازه سرزمین‌های عرب هم نامید. این شعاری بود که در آن زمان صدام از آن استفاده می کرد. چون حکومت ایران که با انقلاب سال 57 به قدرت رسیده بود می گفت انقلاب باید از دروازه شرقی عراق به جهان صادر شود و راه قدس از بغداد می گذرد. یجب ان تمتد من البواب الشرقی من الجهت العراق. عراقی ها هم از شبیه سازی صدر اسلام استفاده کردند، اما با هدف دیگری. نبرد القادسیه که بین ایرانیان ساسانی و عرب‌های مسلمان روی داده بود، به نامی برای جنگ ایران و عراق در روزگار کنونی تبدیل شد. تا صدام بتواند به نام حمایت از اعراب، پرچم جنگش را با پول همسایگان عرب برافرازد. شاید مهمترین بخش تبلیغاتی که ایران در آن زمان به کار برد، نه چون عراق ساخت فیلم‌های پرهزینه که استفاده از ابزار ابتدایی نوحه بود. خوندن این نوحه به صورتی مردم رو به هیجان می آورد و این بچه‌های رزمنده رو که اینا سر از پا نمی‌شناختن و واقعا کربلا رو در دو قدمی خودشون می‌دیدن. خب و آرزوی خیلی از شیعه‌ها رسیدن به کربلاست و به همین علت اینا بی‌گدار و بی‌محابا و خیلی پاک به استقبال شهادت می‌رفتند. کربلا کربلا مبارک میرایید ویرودی شریعت عباس دونگان دادیم نزدیک دشت کربلا ما جوون ها دادیم پیروان علی با حسین نوجوان ها دادیم. حسین نوجوانی که در این نوحه به آن اشاره می‌شود در طول این سال‌ها به بزرگترین اسطوره جنگ ایران و عراق تبدیل شده، اسطوره‌ای که خبر کشته شدنش را حمید هوشنگی مخابره کرد. مسئولین تبلیغات جنگ احتیاج دارند که از بعضی از وقایع حماسه ایجاد بکنند. این اسطوره خلق شد، حسین فهمیده وجود داشت، شهید شد. ما سعی کردیم از شهادت ایشون طوری هیجان ایجاد بکنیم که بقیه کسانی که احتمالاً نسبت به جنگ بی‌تفاوت بودند، براشون تداعی بشه و بیشتر ترغیب بشن. و بعد از اون البته ما شاهد بودیم که تعداد کسانی که علاقمند بودن به جبهه برن بسیار بسیار بالا گرفت. در حالی که اکثر تبلیغات ایرانی‌ها برای جنگ ریشه در اسلام داشت، صدام حسین تلاش می‌کرد با افزایش ساخت و سازها در کشورش و بالا بردن سطح زندگی مردم، طبقه متوسط اجتماعی عراق را با خود همراه کند. For the Iraqi middle class, برای طبقه متوسط عراق جنگ به عنوان جنگی بین دو ایدئولوژی تصویر شده بود، یکی سکولار و مدرن و توسعه گرا و دیگری اسلامی عقب گرا و ضد زن. و
62 سال پس از پایان این جنگ هنوز نشانه های تبلیغات آن باقی است. گاهی در خیابان ها و گاهی در موسیقی نسلی که بعد از جنگ متولد شده. من دستی بهش ولی یاد خالیه نیستی ببینی شیکم زیر شهالیه شام گوشت تازه غذا مرغ و پلو صبون و شیر و کره اصلی از جلو نگین شیراقایی بی بی سی.